سلام های بسیار گرم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته باشید. مسائل متنوعی هست، امیدوارم وقت به ما فرصت بده بتونیم به همه اونها بپردازیم. یک اتفاق مهم این هفته اعتصاب کارگران معدن آسمینون منوجان هستش. روز سیوم اردیبهشت بود که این کارگران چهارمین روز اعتراضشون رو داشتن. 1200 کارگر در این معدن هستن، دست به اعتصاب زدن، خواستاشون رو فریاد زدن. و نقطه جالب این حرکت پیوستن وسیع خانواده ها به این اعتراض و شرکت در راهپیمایی بودش. قبل از اون در 28 و 29 محدوده تونل محور کهنوج به بندرعباس رو به طور کامل بستن، دو شب رو در تونل موندن تا خواستاشون رو بتونن با قدرت مبارزه بیشتری به جلو ببرن. استاندار در مقابل این حرکت خیلی جالب بود، واکنشش این بود که با اشد برخورد رو میکنیم، کوتاه نمیایم، چه نمیدونم، چشم پوشی نمیکنیم، اخطار کرد و بدن کارگری رو اخطار کرد که با محرکین اشد برخورد رو خواهیم کرد. این همه جواب حکومت اسلامی به خواسته و مطالبات کارگران هستش و کارگران هم پاسخشون اعتصابات از این دست هست، اعتراضاتی از نوع نیشکر هفت تپه هست و جامعه میبینیم که چطور از اعتراض مبارزه میجوشه. مسئله اعتراض این کارگران به بیکارسازی ها و اخراج هاست، حقوق موقعه شون رو میخوان، طلب هاشون رو میخوان کارگران اخراجی به سر کار برگردن. این معدن به بخش خصوصی باز هم شکل دیگه از همون دزدی ها و چپاول ها واگذار شده و با این مشکلات کارگران روبرو هست. کارگران میخوان به این اختلاسات دزدی ها تحت عنوان خصوصی سازی پایان داده بشه و حق حقوقشون رو میخوان. اعتراض بسیار گسترده است و انعکاس وسیع در سطح منطقه داشته، در سطح خبرها داشته. کلیپی داریم از این حرکت اعتراضی، اون رو میبینیم. یک صحنه باشکوه از اعتراضات همین کارگران راهپیمایی اونهاست
که همونطور که اشاره کردم خانواده ها هم همراهی میکنن. کلیپی داریم از راهپیمایی کارگران آسمین و نمنو جان، اون رو هم میبینیم. همونطور که اشاره کردم فردا 22 ماه می و اول خرداد ما روز جهانی حمایت از برادران افکاری است. در 10 شهر تظاهرات و اعتراضات در سطح جهانی گذاشته شده، دیدارهای با نهادهای مختلف بین المللی صورت گرفته، کمپین برای آزادی کارگران زندانی در این رابطه به اجلاس 109 اجلاس سازمان جهانی کار نامه داده و اعلام کرده که پرونده برادران افکاری و نوید افکاری که در سال 99 اعدام شد یکی از مصداق‌های بارز بایکوت جمهوری اسلامی و اخراج جمهوری اسلامی از این نهاد هست. و در نامه همراه اون در نامه خطاب به این اجلاس اعلام کرده که این حکومت جاش توی همچین اجلاس هایی نیست، این حکومت جاش پشت میز محاکمه است و این حکومت باید در سطح جهانی بایکوت بشه. مصادیق اون رو اعلام کردیم، از جمله شلاق زدن بر کارگران به خاطر اعتراضاتشون به خاطر شرکت تو اول ماه مه، همینجور زیر پا گذاشتن پایه‌ترین کنوانسیون های بین المللی خود سازمان جهانی کار که مرتب کارگران به دلیل اینکه تشکل ایجاد میکنن اعتراض میکنن احکام زندان میگیرن. همینطور در زندان دیدیم شاهرخ زمانی از چهره سرشناس جنبش کارگری رو به قتل رسونه، حکومت محمد جراحی رو چندین سال در زندان نگه داشتن علیرغم اینکه سرطان داشت، اون رو نگذاشتن درمان کنه و وقتی آزاد کردن که در فاصله کوتاهی جان باخت. و همینطور در این حکومت کار کودکان رسمیت داره و کودک با لباس کار شهرداری زباله گردی میکنه و شمار کودکان کار بسیار بسیاره. و در این حال اشاره شده در نامه به اینکه در آبان 98500 نفر از مردمی که علیه فقر و گرانی و جهنم جمهوری اسلامی به پا خواستن به رگبار بسته شدن. اشاره میکنه به زدن آمدانه موشک به هواپیمای اوکراینی که 176 سرنشینی بگونه اون به قتل میرسن. اشاره میکنه به تشدید اعدام ها و سرکوبگری ها بعد از خیزش آبان ما، از جمله اعدام نوید افکاری و اعدام بازداشت حبیب و وحید افکاری که الان کارزاری برای اون در جریان. اشاره میشه به مسئله اینکه چگونه جمهوری اسلامی در کنار کرونا ایستاده و از اون به عنوان حربه سیاسی برای عقب زدن جامعه داره استفاده میکنه و خیلی با گستاخی اعلام میکنه که واکسن تهیه. تا جایی که این به کارزاری در جامعه تبدیل شده، معلمان، کارگران، بخش‌های مختلف تومار دادن، واکسیناسیون رایگان و همگانی و استاندارد. جالبه که خبری داشتیم که جمهوری اسلامی در یکی از همین شهرها اعلام میکنه که میخوایم واکسیناسیون کنن، مردم میرن صف میبندن، از جمعیت مردم فیلم برداری میشه و بعد از اینکه فیلم برداری هاشون رو میکنن که در صدای سیما پخش کنن، بعد از اون اعلام میکنن برید فقط اونایی که بالای 80 سال هستن واکسیناسیون میشن. و تازه همون هم زیر فشار اعتراضات جامعه صورت گرفته. و به هر حال اینا مواردی که اشاره شده و تحت عنوان این که هر کدوم از این موارد کافیه که یه دولتی رو در سطح جهانی محکوم کرد، از ایزوله کرد و باید با جمهوری اسلامی همون رفتاری بشه که با دولت آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی شد. و این نامه رو ما به اجلاس 109 سازمان جهانی کار دادیم و همین گفتمان رو به درون اتحادیه‌های کارگری بردیم، پاسخ‌های خوبی گرفتیم. از جمله هم اکنون در اجلاس سالانه 2 از اتحادیه‌های کارگری در کانادا، اتحادیه کارگران خدمات دولتی و همینطور اتحادیه کارگران خدمات عمومی قطعنامه ای رو بردن اونجا با خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار. این حرکت بسیار بسیار مهمه. این حرکت میتونه داخل ایران هم تداوم پیدا کنه و از خود ایران
به این اجلاس نامه داده بشه، از نهادهای مختلف کارگری نامه داده بشه و اینکه جمهوری اسلامی چگونه داره سرکوب میکنه، چگونه داره اعتراضات کارگران مورد تعرض قرار میده، به موارد مختلف و اعلام بشه که هیئت جمهوری اسلامی نمایندگی نمیکنه کارگران را و کارگران باید نمایندگان واقعی خودشون در این اجلاس حاضر باشن و صدای این اعتراضات باشن. اما از این مسئله بگذاریم، به هر حال تأکیدی که داریم اینه که از کارزار در حمایت از وحید و حبیب افکاری باید وسیعا حمایت کرد. فردا روز جهانی این کارزاره و شما هم میتونید در داخل ایران با نوشتن شعار در حمایت از این عزیزان و همینطور با نوشتن بیانیه و توی مدیای اجتماعی پخش کلیپ ها به هر شکلی این روز رو بهش بپیوندید و صدای نویدها، صدای حبیبها، صدای وحیدها، صدای زندانیان سیاسی باشید و صدای اینکه زندانی سیاسی آزاد باید گردد و نه به اعدام. اما موضوع دیگه نیشگر هفت‌تپه است. جدال سختی در اونجا در جریان. کارگران اولین گام پیروزیشون جشن گرفتن، خلع ید از باند چپاولگری اسد بگه. جمهوری اسلامی و باند اون در حال میخوان انتقام بگیرن، براشون خیلی هزینه برداشته. فضا رو امنیتی کردن در هفت‌تپه، فرزان زیلابی رو براش پرونده سازی کردن، از اون طرف دارن اموال شرکت رو به سرقت میبرن، از شرکت خارج میکنن، حقابه نیشکر رو به یک سوم تقلیل دادن تا با اخلال روبرو بشه شرکت و کارگران. تو تمام اینا در جدالن اعلام کردن که باید حقابه متناسب مثل سالهای قبل اندازه نیاز باشه. اعلام کردن با تمام قوت از وکیل خود فرزانه زیلابی دفاع و حمایت میکنن. اعلام کردن که فرزانه که سپیده قلیان از حامیان هفت‌تپه که همکنون در زندان باید فوراً و بدون قید شرط آزاد بشه، همینطور خواهان بازگشت به کار اسماعیل بخشی و کارگران اخراجی به سر کار هستن، خواهان تعیین تکلیف کارگران فصلی به استخدام اونها هستن، خواهان پرداخت به موقع حقوق و حق بیمشون هستن و به این شکل جدال همه جانبه در جریان است. این کارگران تاکید دارن برای اینکه بتونن مبارزشون رو جلو ببرن باید ساختار محکمتری به شورای خودشون بدن، از جمله مجامع عمومی خودشون رو فرا خوندن که نمایندگان خودشون رو در تمام بخش‌های هفت‌تپه انتخاب بکنن و اعلام کردن که نماینده از دولت بیاد در اونجا تحت نظارت شورای کارگران کارخونه اداره بشه و اگه دولت نمیتونه خود کارگران اداره میکنن، ولی دولت در قبال زندگی 5000 کارگر در این مجتمع کارگری مسئوله. حکومتیان سعی کردن که این حرکت رو به رفعت این بخش اون بخش حکومت تبدیل کنن، دار دسته های خودشون رو راه انداختن و گفتمان های کذای خودشون رو برسن این رو به راه انداختن، اما کارگران خیلی قاطعانه اعلام کردن که تکذیب کردن همه اینها رو. از جمله در یک کانال تلگرامی گمنام تو 24 اردیبهشت ما با امضای کارگران نیشکر هفت‌تپه مطلبی درج شده بود که از نمایندگان مجلس و رئیس به خاطر توجه به هفت‌تپه تشکر شده بود و کارگران جواب اون رو دادن، گفتن ما به روشنی اعلام کردیم و اعلام میکنیم که از کسی و کسانی برای خلعیت تشکر نمیکنیم به جز کارگران هفت‌تپه و قدرت اتحاد مبارزشان. و بعد هم اعلام میکنن که اینکه حکمی داده شده بالاخره باید نهادهای حکومتی حکم میداده، اما برای اینکه این حکم داده بشه مبارزه بوده، کاری صورت که روی هوا انجام نشده و در واقع آن حکم در بالا به رسمیت شناختن، اعلام حکم در پایین و این پیروزی حاصل مبارزه ما بوده، نه لطف کس یا کسانی. کارگران هفت‌تپه و نمایندگان شناخته شده آنها این خبر رو جعلی دونسته و قویاً اون رو تکذیب کردن و تو همه سطوح میبینید که این جدال در جریانه و کارگران خواستاشون رو پیگیر هستن و امروز تو موقعیت اضطراری قرار دارن و باید وسیعا مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرن. جمعی از وکلا از فرزانه زیلابی اعلام حمایت و پشتیبانی کردن و
همینجور روز 30 اردیبهشت 160 نفر از کارگران دفع آفات نیشکر رفتن در اعتراض به محاسبه نشدن 17 روز از کارشون در تایم شیت فروردین ماه دست به اعتصاب زدن. زنده باد کارگران نیشکر افتپه. نیشکر افتپه یه سنگر محکم جنبش کارگریه و باید با تمام قوا از اون حمایت و پشتیبانی کرد. و خبر دیگه در رابطه با اعتراض کارگران ایران ایر هست که روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت تعداد از این کارگران که در بخش خدمات فرودگاهی فعالیت دارند در اعتراض به احتمال حذف نیروهای پیمانی در ترمینال 2 مهرآباد تجمع کردند و پروازها با تأخیر صورت گرفت. کلیپ بسیار کوتاهی از این حرکت رو می‌بینیم و برنامه رو دنبال می‌کنیم. امروز 28 اردیبهشت 1400 جلوی مهرآباد بچه شرکتی قراردادی به خاطر اعتصاب حقوق مزایا. یکی دیگه از اعتراضات مهم این هفته تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی که در روز 26 اردیبهشت انجام شد، یکی دیگه از یک شنبه های اعتراض اونها. خواستاشون همونطور که همواره تاکید کردیم افزایش حقوق به بالای 12 میلیون، درمان رایگان برای همه و واکسیناسیون استاندارد رایگان و همگانی، پایان دادن به دزدی ها و بازگردانده شدن پول های به سرقت رفته به صندوق بازنشستگی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و آزادی اسماعیل گرامی معلم بازنشسته که در 14 فروردین ما بازداشت شد و آزادی همه زندانیان سیاسی، توقف احضارها که از جمله در این هفته محبوبه فرهزادی یکی از معلمان بازنشسته احضار شد، حق تشکل، تجمع، اعتراض و برخوردار از یک زندگی شایسته انسان. اینا خواستاشون است و در شهرهایی مثل تهران، کرمانشاه، خرم‌آباد، کرج، مشهد، اصفهان و رودبار تجمع کردند. همزمان با تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان بهداشت و درمان هم در اعتراض به سطح ناظر حقوقشون مقابل سازمان برنامه بودجه تجمع داشتن. کلیپی میبینیم از تجمع روز 26 اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی. امروز 26 اردیبهشت تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی برای همسانسازی حقوق. بخش دیگه ای از اعتراضات در رابطه با معلمان بوده. معلمان قراردادی، معلمان نهضت سواد آموزی، معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی، معلمان جوان در تبریز، معلمان سواد آموزی در شیراز، معلمان کارکنان کودکان استثنایی اهواز، خدمتگزاران سرایداران مدارس شیراز و همینجور نیروهای خدماتی آموزش پرورش مدارس در اعتراض به صد نازل حقوقشون. اینا همه تجمعات بوده که در این هفته شاهد بودیم در شهرهای مختلف در مقابل مجلس اسلامی، همینجور کارنامه سبسا که به طور متوالی در این مدت تجمع داشتن. خواستشون خواست استخدام رسمیه، به سطح نازل حقوقشون اعتراض دارن و همینجور معلمان یک بخش معترض جامعه بودن که خواهان افزایش حقوق به بالای 12 میلیون، تحصیل رایگان، درمان رایگان، آزادی معلمان زندانی، اسماعیل عبدی الان در زندان، کارزار
کاری گسترده برای آزادی اون در جریان. بیش از 10,000 نفر اون رو امضا کردن. در این هفته اتحاد 5 اتحادیه کارگری فرانسه اعلام حمایت کردن، عفو بین الملل اعلام حمایت کرده از اون، و در سال گذشته در رابطه با اینکه اون معلم شجاع هست بیانیه دادن، و همینجور کارزارهای مختلفی که در جریان هستش. کلیپ کوتاهی میبینیم از تجمع معلمان کارنامه سبز. همونطور که اشاره کردم و خودتون شاهد هستید، اعتراضات گسترده است. خبرهای دیگه هست، فرصت کمه. از جمله 28 اردیبهشت ماه تعداد رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای پیگیری به عدم بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل مطالبات عقب افتاده دیگهشون مقابل شورای شهر تهران تجمع کردن، و در واقع اعتراضاتشون به سمت ناظر حقوق است. همینجور اعتراض کارگران شهرداری لوشان است و که دستمزدشون پرداخت نشده و یک خواست شهرداری تو تمام شهرها پرداخت به موقع دستمزدها و دائمی شدن قراردادها، افزایش حقوقشون است. کارگران نیروهای پیمانکاری وزارت نفت است که به نمایندگی از این بخش از کارگران در اعتراض به استخدام‌های موقت پیمانی و با خاص استخدام رسمی مقابل مجلس اسلامی تجمع کردن، که هزاران کارگر غیر رسمی نفت رو در بر می‌گیره که اینها یک پایه خاص افزایش حقوق به بالای 12 میلیون هستند، و همینجور کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین ویژه اقتصادی. کارکنان بیمارستان خمینی هستند، به عدم پرداخت دستمزدشون اعتراض دارن. نیروهای خدماتی شهرک‌های صنعتی آبادان و خرم شهر هستن که باز هم دستمزدهای پرداخت نشده موضوع اعتراضشون است. کارگران شرکت سیمان چوین در سبزوار هستن که چندین روز در اعتراض هستن که هم به موافقات دستمزدهاشون و هم کمبود سطح نازل حقوقاشون و شرایط بد کاریشون اعتراض دارن. و کارگران پیمانی مترو شیراز چندین روز در اعتراض هستن به تعویق پرداخت دستمزدهاشون، قراردادهای موقت اعتراض دارن. کارگران شهرداری سراوان اعتراض دارن به تعویق پرداخت دستمزد که در برابر ساختمان شورای اسلامی شهر تجمع داشتن. اینها نشون میده فضای جامعه رو که اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد در واقع اعتراض به اختلاس و دزدی هاست که مستقیما کل حاکمیت رو به چالش میکشه. آخرین نکته که در وقت بسیار کم اینجا هست بگم، حمایت‌های بین المللی، و من از خاص مسئله بایکوت جهانی جمهوری اسلامی اشاره کردم. در کنفرانس اول ماه مه ما پیام‌های بسیاری از اتحادیه‌های مختلف کارگری داشتیم. یکی از این پیام‌ها از اتحادیه کارگران خدمات عمومی در کانادا است که این پیام رو می‌شنویم. On behalf of QP, with 100,000 members, I congratulate the workers and the people in Iran on the 1st of May, and we express our solidarity with the struggles the workers in Iran and the imprisoned workers have to go through. We always follow your issues through the Freedom Now campaign to free jailed workers in Iran. We are aware of the regular violations of the most basic worker rights by the Islamic regime of Iran. We are aware of the harsh prison sentences for workers, teachers, and social activists of Iran. And it is a shame that workers are being sentenced to flogging, and this inhumane sentence is carried out because of protesting activities or even for celebrating May Day. We are aware of the struggles and difficulties that you go through for the protection of your basic rights and for the protection of your life and livelihood. We have always followed the news of your strikes and protests. For example, in Haftapeh Sugarcane Company, or the oil and petrochemical refineries, and so on. We call for the complete abolition of the death penalty and the heinous flogging in Iran. We believe a government that treats people and workers in such a brutal way must be expelled from the ILO and be isolated internationally. We reaffirm our strong support for the workers struggling in Iran and their basic rights. Long live international worker solidarity.
خب همونطور که اشاره کردم در نامه‌ای که به سازمان جهانی کارهای ایلو دادیم، یک مسئله کارگران زندانی، زندانیان سیاسی هست، لیستی از اون رو ارائه دادیم و این موضوع کنفرانس آنلاینی فریدم نا، کمپین برای آزادی کارگران زندانی بود. جمهوری اسلامی در مقابل گسترش اعتراضات کارگری و کل جامعه دست به دستگیری و احضار و تهدید زده، از جمله عثمان اسماعیلی و محمود صالحی رو دستگیر کرده که کارزاری برای آزادی اونا به راه افتاده و تا همین الان توماری جمع شده با بیش از 500 امضا که چهره های سرشناس کارگری رو در لیست اون میبینیم. همینطور اثر محمدی و هیراد پیربوداغی و سمانه اسقری که براشون تشکیلی پرونده شده و هیراد پیربوداغی در روز 25 اردیبهشت ماه دستگیر شد و محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در روز 26 دستگیر شدند. و به علاوه این که در نیشکر افتابی میبینیم فضا امنیتی برای فرزانه زیلابی وکیل این کارگران پرونده سازی شده و اسماعیل گرامی همچنان در زندانه. تمامی کارگران زندانی باید آزاد بشن، پرونده های اونا بسته بشه و این کارزاری که ما در سطح بین المللی به پیش میبریم و در همین راستا الان که اجلاس سازمان جهانی کار هست ما اعلام کردیم دیگه بسه، این حکومت به خاطر نقض پایه‌ترین حقوق کارگران باید از این سازمان اخراج بشه. وقت برنامه ما پایان گرفته. برای شما عزیزان شب ها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.